ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. با سلام، 121مین برنامه زیر آسمان پاریس رو مشاهده میکنید و اگر اجازه داشته باشم عنوان این برنامه رو بگذاریم از کوروش تا کوروش، به دلایلی که خواهید دید، با گزارش دوم در یونسکو با اعطای جایزه ابن سینا که به موقع به آن خواهم پرداخت. در ابتدا در پی برگزاری سال روز جهانی کوروش در پاریس، خانم ژاله دفتریان که سالهاست انجمن پارسیگویان رو مدیریت میکند و فعال در این زمینه، در یک رستوران در محیطی بسیار گرم و صمیمانه با یک سخنرانی کوتاه تاریخ ایران رو به سرعت ورق زد و درباره کوروش سخنانی گفت که نیازی به گفتن بیشتر از سوی من طبیعتاً وجود نداره. از شما دعوت میکنم به این گزارش و همینطور گزارش دیگری در باره کوروش و همینطور جایزه ابن سینا در این برنامه توجه کنید. من ژاله دفتریان از سوی انجمن پارسیگویان به همه شما مهربانان درود و خوش آمد میگم و سپاسگزارم که فراخوان این انجمن رو پذیرفته و برای نکوداشت کوروش بزرگ امشب ما رو در اینجا همراهی میکنید. خواب اژدهاد امشب پریشان میشود، ایلهای زاگرسی را به سپایان می شود. حکمتانه با سر الوندیش خم می شود. دشت مرغاب آسمان کشور جمع می شود. کوروش است این، از نژاد پارسیان را آسمان کیش که می بخشد زمین را آبرو. آن که بر آژیده ها که کینه عشق آموخته، آن که بابل را به خون مردمان نفروخته، آن که قصدش از جهانگیری جهانخواری نبود، مثل آشور و سومر اهل ستمکاری نبود. او جهان را می گرفت از دست اربابان زور تا ببخشد عشق و آزادی و ابزار شعور. امروز 7 آبان ماه برابر با 29 اکتبر روز جهانی کوروش بزرگ، این روز نازش آفرین رو به همه هممیهنان ایران دوست شاد باش میگم و آرزو می کنم هر چه زودتر روزی برسد که بتوانیم اندیشه های مهرآمیز این ابرمرد تاریخ و تکدانه ایرانی را در سرزمینش پیاده کنیم. در درازای زمان نام‌آوران بسیاری بودند که برای کار ویژه‌ای که انجام دادند نامشان در تاریخ جاودانه گردیده است، ولی کمتر نام‌آوری را مانند کوروش بزرگ میتوان یافت که از بحر اندیشه‌های انسان دوستانه، آزادگی و نیکوکاری‌هایش از سوی دوست و دشمن ستایش شده باشد. درباره ویژگی‌های آزادمنشی و ایران انسان دوستی کوروش بزرگ دفترهای بسیاری نوشته شده، ولی آنچه که کمتر بدان پرداخته شده است بررسی و بازشکافی بستر حازمان یا جامعه ای می باشد که کوروش در آن پرورش یافته بود و اینکه آموزش های فرهنگ والا و بالا بوده که از کوروش یک ابرمرد نیکوکار ساخته است. این آموزش های انسان دوستانه ایرانی بود که کوروش با آموختن آنها به بالندگی رسید
و از او مردی والامنش ساخت. کوروش با آیین‌ها و دستورهای زرتشت بزرگ پرورش یافت. در دوران کودکی در دبستان به همراه دیگر دانش‌های زمان خود هنر جنگاوری، هنر دادگری، هنر مردم دوستی و آزادگی را آموخت. هنگامی که کوروش به بالندگی رسید، با آنکه مردی باورمند بود ولی به دین و آیین‌های دیگران ارج می‌گذاشت. او هنگامی که بر دیگر کشورها پیروز می‌شد، نخست به پرستشگاه‌های سرزمین شکست خورده می‌رفت و در آنجا خدای مردم کشور میزبان را گرامی می‌داشت. او این روشنبینی و والای اندیشه را از آیین مزدیسنا که همان آیین‌های زرتشت باشد آموخته بود. با همه خوی و خیم ستایش برانگیزی که کوروش داشت، می‌توان گفت که او تافته جدا بافته از مردم ایران زمین نبود. او دست پرورده فرهنگی مردمی و انسانساز بود که برای جان آدمی ارزش می شناخت. کوروش با آیینی پرورش یافته بود که از آزادی مردمان یا به گفته امروزی ها حقوق بشر در آن از جای ویژه‌ای برخوردار بود. آیینی که بدبختانه امروز به فراموشی سپرده شده است. می توان گفت که در نهاد هر ایرانی راستی یک کوروش با همه نیکی ها و آزادی خواهی هایش نهفته است. و اینک فرمان کوروش بزرگ پس از پیروزی بر بابل. من پسر کمبوجی شاه بزرگ شاه انشان از دودمانی که همیشه شاه بودن، آنگاه که به درون بدون جنگ و پیکار درون بابل شدم، همه مردم گامهای مرا با شادمانی پذیرفتند. در بارگاه پاپ بابل بر تخت شهریاری نشستم. مردوک دلهای پاک مردم بابل را به سوی من کشانید، زیرا من او را ارجمند و گرامی داشتم. فرمان دادم همه نیایشگاه هایی که بسته شده بود را بگشایند. همه خدایان از خدایان این نیایشگاه ها را به جاهای خود بازگرداندم. همه مردمانی که پراکنده و آواره شده بودند را به جاهای خود برگرداندم. همه مردم را به هم بستگی فراخواندم. خانه های ویران آنان را آباد کردم. زندگی نامه کوروش، کوروش بزرگ که به پارسی سره برگردانده شده، به تازگی از زیر چاپ بیرون اومده و اگر کسی بخواد اون رو میتونه به آمازون سفارش بده. و این یکی از ویژگی های این نسل اینه که همه واژه های فارسی به کار برده شده و هیچ واژه بیگانه درش نیست. سپاسگزار و سپاس از اینی که به گفته های من باشد. گفتیم که از کوروش تا کوروش گفتنی داریم. چهارشنبه شب در یونسکو مراسم اعطای جایزه علمی فرهنگی ابن سینا در حضور خانم ایرینا بوکووا دبیر یونسکو و همینطور نماینده دائمی جمهوری اسلامی ایران آقای احمد جلالی برگزار شد. این ابتکار از سوی ایران آغاز شده است، جایزه ابن سینا که به فرهیختگان علمی و شایسته فعالیت انسانیشون در حیطه علم اعطا می شود. در این مراسم با حضور وزیر علوم از ایران آقای فرهادی این جایزه به این پروفسور داده شد. مبنا اخلاق ابن سینا ایران، ابتکاری که از کشور ما می آید، برای دادن این جایزه به کسانی که شایستگی و فعالیت در حیطه علمی خودشون انجام دادن. به محتوای این گزارش توجه کنید و به خصوص اتفاق دیدار با دکتر حشمتی، یکی از پزشکان عالی مقام ایرانی که با او هم در این باره گفتگوی داشتیم. چهارشنبه شب 4 نوامبر در یکی از تالارهای یونسکو هستیم تا جایزه ابن سینا ابتکار ایران
برای خدمات انسانی علمی امسال به آقای زبتاخان شینواری دانشمند پاکستانی اعطا شود. به همین مناسبت وزرای از ایران، پاکستان و افغانستان به یونسکو آمدند و تالار یک صندلی خالی ندارد و بسیاری ایستاده شاهد اجرای مراسم بودند. در لحظه اعطای جایزه به ترتیب از سمت چپ آقای فرهادی وزیر علوم جمهوری اسلامی، پروفسور زبتاخان شینواری، خانم ایرینا بوکووا مدیر یونسکو و آقای احمد جلالی نماینده دائمی جمهوری اسلامی ایران در یونسکو را مشاهده می کنید. Remercier madame la professeure Marie-Hélène Parizeau, présidente du jury. در ابتدا خانم بوکووا از حضار و هیئت داوران قدردانی کرد و سپس از حضور آقای فرهادی وزیر ایرانی ابراز شادمانی کرده، آن را نشانی از پیوند و توجه جمهوری اسلامی ایران به یونسکو دانست. این انفیبل دو گورنمان ایرانیان انور یونسکو و جان سوی پروفوندمان رکنسانت. Je tiens également à remercier l'ambassadeur Ahmad Jalili, cher ami délégué permanent de la République islamique d'Iran auprès de l'UNESCO. My special thanks to the jury of the prize, distinguished member of the COMEST, represented today by the honorable chairperson. دیرتر پروفسور زبتاخان شینواری خطاب به خانم بوکووا گفت: از آنچه که درباره من گفتید و نیز از انتخاب هیئت ایرانی قدردانی می کنم، همینطور از وزیر آموزش و پرورش کشورم و نیز وزیر افغانستان کشور همسایه که حضورش ارزش دوگانه دارد. او اضافه کرد: جایزه ابن سینا افتخاری برای من و کشورم پاکستان است. ما علم را در خدمت بشریت گرفته و چنین خواسته و می‌خواهیم. هیچ تفکری نمی‌تواند برتری خود را بر آن تفکر دیگری دیکته و آن را تحمیل کند. هیچ نژاد و قوم و مذهبی را نباید روبروی آن دیگری گذاشت. پیامبر اسلام چنین گفت و چنین خواست. The presence of His Excellency Mr. Baligh Ur-Rahman, Minister of State for Federal Education of Pakistan. آقای محمد فرهادی وزیر علوم جمهوری اسلامی ایران نیز گفتار خود را به زبان انگلیسی بیان داشت تا بگوید از حضورش برای اعطای این جایزه که چهارمین نوبت آن می باشد خوشحال است، به خصوص که جایزه به یک شهروند کشور همسایه داده می شود. آقای فرهادی اظهار داشت: باید علم و اخلاق پوشش بسیاری از تلاش های ما باشد، فقر، محیط زیست، برابری زن و مرد و موضوعات دیگر. او گفت: ابن سینا استثنای تاریخ است. ابن سینا در همه زمینه‌ها تلاش کرد. امروز او، ابن سینا، زبان مشترک، زبان فرهنگ است و تقسیم فرهنگ‌ها مانع بروز جنگ می‌شود. او اضافه کرد: یونسکو قطعاً با اعطای جایزه ابن سینا می‌خواهد هر روز چنین کند. ابن سینا هدیه ایران به جهان است. Moral solidarity of mankind. Ladies and gentlemen, science should culminate in human dignity and justice. Ethics in science and technology therefore extend beyond the ethical dimensions of research to encompass various problems. But I was thinking, which one shall I? Just a very short, but which one? Then. سخنران پایانی آقای احمد جلالی نماینده دائمی جمهوری اسلامی ایران در یونسکو است. او در سخنان خود اشاره می کند: ابتکار جایزه ابن سینا از سال 2002 را ایران داشت. او اضافه کرد: این جایزه بیان کننده ارزش‌های فرهنگی و تمدن ایران را به یاد ما می‌آورد. آنچه که ابن سینا گفت و انجام داد شگفتی ساز است. ابن سینا در بستر مرگ گفت: یک زندگی کوتاه با اخلاق و
و رفتار را به یک زندگی طولانی و بیهوده ترجیح می دهد. او شاعر، دانشمند، پزشک و بشر دوست بود. آقای جلالی که دانش و آشناییش به فرهنگ و ادب ایران به قبل از تغییر حکومت در ایران برمی گردد، گفت مایل است تا ابیات زیادی از ابن سینا را برای حضار بخواند، ولی تنها دو بیت را به عنوان نمونه و سمبل در برابر تحسین حاضرین قرائت کرد تا همه گفته ها و باورهای مورد نیاز امروزمان را به نقل از ابن سینا، شاعر و بشردوست، گفته باشد. Then he said کفر چومنی گزاف آسان نبود، بالاتر از ایمان منی من نبود، در دهر چومن یکی و آن هم کافر، پس در همه دهر یک مسلمان نبود. آقای دکتر حشمتی، حضور شما و همکاران دیگر پزشک شما در چنین شبی اینجا در کنار ابن سینا و جایزه ابن سینا چه حس و حواسی رو برای شما باقی میگذاره؟ مرسی جناب آقای شاهین. امروز امشب در یونسکو هستیم که خب جایگاه خاصی رو داره در مورد مسائل علمی و تحقیقاتی و به خصوص جایزه ابن سینا هست. ابن سینا رو همه میشناسن، هم تو ایران هم در خارج، ولی کمتر کسی توی خارج میدونه که ابن سینا یا اویسن ایرانی هستش. و ما انجمن همکاری‌های پزشکی ایران و فرانسه و استادایی که امشب اینجا بودن، همه به خاطر این بودن که بیان و یک بار دیگه مسئله پیشرفت‌های پزشکی ایران در زمان حاضر، در زمان گذشته رو با صحبتی که در مورد اویسن ابن سینا میشه دوباره یادآوری بکنن. واسه ما اهمیت این بود که دوباره اسم ابن سینا، اویسن، به عنوان یک پزشک ایرانی که تمام مکتب پزشکی اروپا تا قرن پیش از کتاب قانون ایشون تدریس میکردن دوباره یادآوری بشه. بله، البته در گزارش قبل از این گفتگو به سخنرانی ها به طور کوتاه اشاره میشه، جایزه به یک همکار شما پاکستانی داده شد، هم خوشحال، همه هم به او تبریک گفتن. اما شما پزشک ایرانی، من روزنامه‌نگار ایرانی، نباید دلمون می‌خواست که یک ایرانی برنده این جایزه بود؟ خب البته حتما ضوابط خاصی بوده، دلایل خاصی حتما بوده که خواستند یک همکار پاکستانی رو این جایزه رو بهش بدن و به هر حال ایشون هم خدمات زیادی کردن و در مورد اخلاق پزشکی که خیلی مهم هست صحبت کردن. ولی شما حق دارید، ما اگر می‌خواستیم واقعا به کسانی که خدمت کردن به عالم پزشکی و به عالم بشریت در همین ایران خودمون و در تمام دنیا ایرانی‌هایی داریم که خدماتشون بسیار با ارزش، اختراعات زیادی کردن و در تمام دنیا سرشناس هستن، ولی خب این به هر حال دلایل خاصی وجود داشته که یک استادی رو از پاکستان این بار انتخاب بکنه. البته نباید زیر شک و شبهه برد این اعتبار جایزه و این شخص رو، اما از اونجایی که ما اینجا در پاریس نگاهمون طبیعتاً به ایرانه، فکر میکنیم که ما هم در عالم علم پزشکی نامهای بزرگی رو داشتیم و به گفته‌ای به سالها و هزاران سال برمیگرده. البته دانش پزشکی در ایران در حال حاضر و در گذشته مقام خاصی رو داشته و همه به این واقف هستند. صحبت از ابن سینا، اویسن بود، رازی رو همه دنیا میشناسن که در حقیقت بنیانگذار طب به اصطلاح مدرن بود، چون تمام تفهمات دوران ارسطو رو که پایه های درستی نداشت رو کنار گذاشت و با علم پزشکی که بر مبنای تحقیق، مقایسه و آزمایش‌های بالینی، آزمایش‌های روی حیوانات بود، پایه گذاری کرد. اما اگر بخوایم برگردیم، ما قبل از این دوران اگر خاطرتون باشه در زمان ساسانی‌ها آکادمی گندیشاپور رو داشتیم که بزرگترین مرکز جهانی تعلیم پزشکی بود و همه از دنیا می‌آمدن اونجا، یا در زمان داریوش اول
اولین دانشکده پزشکی رو در مصر که جزو قلمروی ایران بود ساختن. باز وقتی که برمیگردیم به عقب‌تر می‌بینیم در زمان اوستا پزشکانی داشتیم مثل بزرگمهر، مثل مانی و تفسیر و فصلایی توی کتاب‌ها روی پزشکی بود در زمانی که خیلی از این تمدن‌های بزرگ هنوز به صورت قبایل بودن. ولی اگه اجازه بدید باز برگردیم باز به عقب‌تر، شاید یه مسائلی رو که خود هموطنای عزیز ما هم از اون اطلاع ندارن که ما چه افتخاراتی رو داشتیم. در خطه سیستان منطقه‌ای هست به اسم شهر سوخته یا برن سیتی که باستانشناسا رفتن با حفاری‌هایی که کردن و مدارکی که پیدا کردن متوجه شدن که در 5200 سال قبل تمدن بسیار شکوفایی در این منطقه بوده. اگر بخوایم فقط در مورد مسائل پزشکی این دوران صحبت بکنیم، در یکی از این مقابر اسکلتی که پیدا کردن مربوط به یک خانومی بوده که احتمالاً مقام مهمی داشته و کور بوده و یک چشم مصنوعی به صورت پروتز در اون زمان 5000 سال پیش ساخته بودن با یه ماده‌ای که شبیه اسفالت غیر بوده، روش رو با لایه‌ای از طلا و قسمت جلوش رو با رشته‌هایی از طلا به شکل چشم در آورده بودن و توی صورت این شخص کار گذاشته بودن. ببینید در چه زمانی. و همین شهر سوخته که الان یکی از همکاران ما پروفسور دوپویی الان اینجا هست، مدیر یکی از تزهایی هست که در روی این شهر سوخته ایرانی‌ها دارن روش کار می‌کنن، در این منطقه اولین جراحی مغز دنیا انجام شده در اون تاریخ. یعنی در یکی از این مقبره ها پیدا کردن یه اسکلت دختر 13 ساله رو که دچار یک بیماری هست بوده که بهش میگفتن هیدروسفالی، جمجمه خیلی بزرگ میشه، مایع توش جمع میشه و نهایتا بیمار رو میکشه. در اون زمان پزشکان ایرانی شهر سوخته در ایران در سیستان جراحی مغز انجام داده بودند، جمجمه رو باز کرده بودند و این مایع مغز رو خالی کرده بودند و به خصوص دلایلی وجود داره که نشون میده که این دختر خانم حداقل 6 ماه بعد هم زنده بوده. یعنی ما چه سطح پزشکی و علمی بزرگی رو از 5000 سال پیش داشتیم و گاهی وقتا خود ایرانی ها و مردم خارج از ایران به این واقف نیستن. من فکر میکنم جای اینو داره که انشالله سال دیگه یک سمینر بزرگی در مورد خدمات ایرانی ها به جامعه پزشکی دنیا و به بشریت یک سمینری رو برگزار کنیم. انشالله شما اونجا تشریف بیارید و حتما. بهتر در خدمتتون باشیم. حتما. ولی اجازه بدید که برای بینندگان گفته باشم که اگر آقای دکتر حشمتی برای 5000 سال خدمات پزشکی سخن گفت، ایشون مدیریت بخش در هوپیتال کوشان پاریس دارن. امیدوارم کسی محتاج خدمات شما نباشه، ولی اونهایی که شدند همگی با رضایت و خاطر خوش از دکتر حشمتی خداحافظی کردن، کاری که ما هم میکنیم. متشکرم، خیلی ممنون. جام شوید. همونطور که گفتم روز چهارشنبه بود در یونسکو این کارت دعوتی بود که برای این مراسم به علاقمندان داده شد. طبیعتاً اگر یک روز به ابن سینا توجه می شود بایستی که در سایر روزها هم به او، هم به گفته های او و هم به دیگر فرهیختگان ایرانی توجه بشود. در کتابخانه های بسیاری حتی در فرانسه درباره این بزرگ علم و فلسفه سخن داده می شود. اما گزارش پایانی که باز درباره کوروش است، دکتر جمشید آریاداد استاد دانشگاه کتاب‌های نزدیک به 20 کتاب در مورد گفته ها و دانسته هایی که آن را با رشته تخصصی خودش که رهبری استراتژیک و مدیریت هست نوشته، سخنرانی های در بروکسل و دیگر شهرهای اروپایی داشته که در این گزارش بخشی رو خواهید دید و همینطور گفتگویی با او که در آینده در دیگر برنامه های زیر آسمان پاریس دیداری خواهیم داشت. آقای آریاداد، در فرصت کوتاهی که پیش روی ماست با مقدمه‌ای که گفته شد میبایستی که با هم ساعت‌ها صحبت کنیم، اما در این هفته در سال روز و بزرگداشت جهانی برای کوروش ابتدا بفرمایید که چرا در این مرحله از تاریخ این چنین و در این وسعت؟ تصور میکنم با توجه به این که همونطور که توی سخنرانیم گفتم
در منطقه‌ای که کوروش حکمرانی می‌کرد که در خاورمیانه اکنون هست، در بیش از 2500 سال پیش توانسته بود با مدیریت و راهبری خودش هماهنگی رو ایجاد کنه که ملل مختلف با قومیت‌های متفاوت و ادیان گوناگون در کنار همدیگه زندگی کنند. شما مستثمر هستید که از هند ادامه داشت تا مصر. اما جالب اینه که نمیتونیم بگیم شوربختانه این گونه است که پس از گذشت این سالیان متمادی، دقیقاً در همان منطقه که کوروش توانسته بود با رهبری و مدیریت خودش چنان آرامشی و هماهنگی بین افراد مختلف ایجاد کنه، این منطقه در حال حاضر دچار آشوب‌ها و جنگ‌های متفاوتی است. در کتاب شما و در تخصص شما آگاهیم، برای همین این رو میپرسم، چرا حالا ممکن نیست؟ تصور میکنم که فضای گفتمان پیچیده تر شده و سخت تر شده و از همه مهمتر برای توسعه و هماهنگی یک جامعه نقطه نظرات رهبران و اخلاق و منش مدیران و رهبران اون جامعه بسیار مهمه. شاید اینطور بتونم پاسخ بدم که قدرت مدارا و روند گفتگو در جامعه امروز با توجه به اینکه تصور میکنیم دانش افراد بیشتر شده، اما منش افراد به اون اندازه بیشتر نشده. بله، تا لحظاتی دیگر بخشی از سخنرانی شما رو که در مایه و ردیف مسائل جهانی و ایران و کوروش صحبت کردید، بخش کوتاهیش رو خواهیم شنید. قبل از اینکه سوال پایانی رو از شما بپرسم، اما دلم می‌خواست در این لحظه این رو هم گفته باشیم، اگر این کار انقدر ساده بوده، چرا امروز رجوع نمی‌کنند به این درمان دردهای بی‌پایان؟ شاید می‌توانیم بگوییم که قدرت مدارای مردم جامعه امروز کمتر شده، شاید کشورها بیشتر شدند و شاید سلایق افزایش یافته. استراتژی سنت نیست. بزرگترین سنت شکنی کوروش این بود که وقتی جایی رو فتح میکرد به نیکی با اون افراد برخورد میکرد، و بزرگترین دستاوردی که از کوروش ما در اکنون داریم این هست که همه میدانند، شما هم به نیکی میدانید، که آزادی پرستش رو در ممالکی که مغلوب شدند گسترش میداد. خیلی حرف بزرگی. و متأسف هستم از اینکه پس از گذشت 2500 سال در همان منطقه خاورمیانه که قلمرو به کوروش و هخامنشیان بود، که از شرق تا هند و از غرب تا مصر امتداد داشت، دقیقاً همین منطقه در اکنونی که من و شما با هم سخن می‌گوییم درگیر آتشی است بسیار پهناور، و دقیقاً جنگ هایی که در اونجا جریان داره بر اساس تفاوت مذهبی هست، شیعه با سنی، شاید یهودی با مسلمان. داعش حمله میکنه میگه اینها ایزدی هستن، اونها نمیدونم، و قومیتی، کردها چرا اینطوری هستن نمیدونم، ترکمن ها نباید باشن، ترکیه کمک نمیکنه به کردها، میگه چون کردها قدرت میگن. و دو اندیشه بزرگ همین بود که تمام این منطقه رو در قلمرو به امپراتوری خودش جمع کرده بود و آزادی مذهبی و آزادی قومیتی به خودش داده بود. گرچه خود او یک نامرس بود، اما بعدا اشاره خواهیم کرد که هیچ اجباری در پذیرش مذهب خود یا مذهب فاتحان بر دیگر ممالک نداشت. اگر تصور می‌فرمایید خلاف این عرض بنده هست، کافیست نگاه کنیم در زمان هخامنشیان که دین مردم آن منطقه دین زرتشت بود. پس میباید حداقل تمام قلمرو به هخامنشیان مردم به اجبار زرتشتی می‌شدند. حتی من از برخی از اندیشمندان فرانسوی شنیدم که میگفتن که ای کاش اجباری کرده بود که حتی دین زرتشتی و آیین زرتشتی اون موقع تا اروپا هم میومد. شاید این گونه میشد، اما اون موقع برای ما دیگر کوروش یک سنت شکن نبود. کوروش یک حاکم و یک حکمران روشن فکر
نبود، چون دینی که مورد پسند خودش بود با زور شمشیر و دیگر ملل غالب کرده بود و امروزه بسیار کسانی در دنیا زندگی میکردند که وقتی میپرسیدیم دین شما چیست، میگفتن دین ما دین ارسی است و بدون تحقیق به این دین در آمدیم. گرچه اونها اگر اقوامشون مسیحی بودن مسیحی میشدن و مسلمان بودن. و این خیلی نکته مهمی هست. اگر ما فعالیت‌های دیگر کوروش رو در نظر نگیریم، همین یکی رو در نظر بگیریم، همین بس است و کافی است که دنیای امروز اینگونه نبود. این نکته یه. نکته بعدی این که دوستان، یک رهبر بزرگ، یک رهبر آزاده، یک مدیر بزرگ درسته شاید اندیشه های روشنفکرانه داشته باشه، اما یادمان باشد برای گسترش، بست و توسعه اندیشه های یک رهبر و یک مدیر، مدیران دیگر هم باید با او چکار کنند، همکاری و هماهنگی کنند. و در آن دنیای قدیم با افکار آن زمان، با سطح سواد بسیار پایین، همراه کردن این افراد واگرا و حرکت آنها در راستای تفکرات و اندیشه های خود کوروش کاریست بسیار بس سخت و دشوار. چاله اینه که انسان وقتی تفکر میکنه در راستای یک اندیشهی، ظاهرن تمام عوامل جمع میشود و یاری میکنه به انسان تا این اندیشهش رو اعتقاد راسخ برش پیدا کنه. همان روزی که من برگشتم به تهران و گفتم دیگه از این به بعد تدریسم رو بر اساس مدیریت ایرانی و تلفیقی از مدیریت غربی و مدیریت ایرانی، نه اینکه نخواهیم بپذیریم، یافته های بسیار زیادی هم اونها دارم، اما به این نتیجه رسیدم و در سر کلاس ها به همه میگفتم که دوستان، مدیریت یعنی برنامه ریزی، سازماندهی، کنترل، نظارت و رهبری. شما تصور میکنید اینا تعریف رو آمریکایی‌ها به وجود آوردن. من به شما اثبات میکنم که این تعریف مال ایران باستانه. چرا که وقتی لشکریان هخامنشی به سمت مصر، به سمت اقصانقاط دنیا را میافتادن با امکانات اون موقع، حتما برنامه ریزی داشتن، حتما 30,000 نفر سازماندهی داشتن، حتما هدایت داشتن و کنترل میشدن. این نکته بسیار مهمه. وقتی میشنوم که میگویند علم مدیریت منابع انسانی یا جستیون ده اسوسومن یا هیومن ریسورس منیجمنت مال امریکاست، باز هم درک میکنم که در تخت جمشید اسنادی پیدا شده. چون مستصلید که اهرام مصر اگر ساخته شد با این عظمت، به دست بردگان ساخته شد، همگی برده بودند. اما پرسپولیس یا تخت جمشید وقتی ساخته شد، همه مزد بگیر بودند، برده نبودن. و جالبه که سرکارگر زن داشتیم ما در ساخته شدن تخت جمشید، سرکارگر زن، یعنی لوحا رو که حقوق میداده، نشانه بزرگی ایرانیان بوده است و ایرانی در گذشته. پس پایدار باد ایران و ایرانی. آقای آریداد، همطور که در بخشی از گفته های شما دیدیم و شنیدیم، واقعا تفکر و توجه به این موضوع زمان زیادی میطلبه. اما دوستانه در یک گفتگوی خودمانی در این لحظه با این چیزایی که از شما میشنویم یا میخونیم، آرزوی شما با من یک ایرانی چه است؟ آرزوی من این میتونه باشه که تمامی ما ایرانی ها روزی رو شاهد باشیم که هر یک از ما دارای اخلاق کوروشی و منش آریایی باشیم. برای نیل به این مهم، ابتدا باید بخواهیم تا بتوانیم و باید بتوانیم تا بخواهیم. شاید خیلی این آرزو بلند پروازانه باشه، اما امکان پذیره.
می توان گفت که در نهاد هر ایرانی راستی یک کوروش با همه نیکی ها و آزادی خواهی هایش نهفته است. کفر چمنی گزاف آسان نبود، بالاتر از ایمان منی من نبود. در دهر چمن یکی و آن هم کافر، پس در همه دهر یک مسلمان نبود.